حالا رفتیم اونجا اجازه بدیم من حرف بزنم. چرا؟ خب این بنده خدا چادر کرایه کردن. اگه نخواهم پس بدن من نمیتونی زور بگیم که به دور از فتوات اونجا آمدیه. آقا چرا همیشه تو باید حرف بزنی؟ مگه ما بلد نیستیم با مردم ارتباط بگیم؟ بابا من اینه نگفتم. من یه ذره خندروترم، مثلا چشمم مهربانتره، چهار گونه دارم، راحتتر با من ارتباط میگیرم. این دیگه رسمان توهینه. عمو کاوسو بگو قیافه من مهربانتره یایی؟ قطعا نوری، تو شبیه به عقابی میمانی که بره شکار یه بچه خرگوش داره ارتفاعش کم میکنه. حالا اول که توی همه بدبختی را بیا فریم اون آتش او یکی از گردشگر یاد بریم خودش کنیم چادر رو بگیریم. آقا 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 بدبخت شدیم. پس لرزه رودخانه هم مسیر خودش خارج کرده، آب زده تو چادرها، داره نداره مانه با خودش بره. چادرها چی شد؟ آقا چادرها هم داره با خودش میبره. یه گوشه اون چادرها کم بشه جزه بده کیون آقا به من چه برای داره بشه بردم دستی عزیزم چه قطعی میکنی؟ مگه نمیگه داره آب میبره؟ بریم نجاتش بدیم. بیا بیا بریم آقا جان. آقا برو بابا جان برو برو. آیا آقا بودو بودو جریان در مواقع ضروری نفر اول خودش هم میرسان. ای خدا بیا مرسد مال آقا خواهد آقا گوش نشو بیا دیگه تا مهمل آقا خواهد آقا دستم خواهد بودوی بخ شدیم ویسی من نمیتانم بده ویسی آقا بودو خیلی خوب آقا اینجا خوبه، اینجا دامنه کوه هست، سرما و باد کم تره. امو کاوز کن چاقو داری باز کنی. ایجا باشا نوری بین با آو نزدیک باز نزدیک دیگه نکره بزن که دایی ایلا قلو بها دایی گیان مراقب باش نیفتی خوده. آقا با یه سر خیز شدیم، مگه این آتش خشکش بکنه؟ ببین چه بخاری میکنه. نه دلم فکر گذر تو آدم بی بخاری هستی، ولی خیلی بخاری سیب زمینی آماده نشد؟ خیلی گشتم من. من سیب زمینی انداختی تو آتیش نه انداختی؟ این گو خیلی آدم زود باوریه، راحت میره سر کار. بیا
دیدم گشتش و تو این وضعیت گفتم این کار کنم خوشحال شد قشنگی نکرد بچه آدم دانگل واقعا سنگ تمام گذاشتی دیر می جنبیدین ها چادر و وسال زندگی ها آب و دولت همه شبرده بود واقعا اجان مایه گذاشتی مخصوصا سلمان و مهیار با او پاشان آقا چقدر درد آورد ادریس ها دو ساعت پیش نمی دانستی مرده است یا مانده است وحید با او از سرش کیوانم با او حالش یعنی چه کیوان با او حالش؟ بفرما به کلیش قباشم برخورد آخه میگه کیوان با او حالش حال من چیزشه؟ اجازه بده کیوانگر از به حضوری که من احساس میکنم که تو یه ذره بیش از حد حساس شدی به نظر من شما باید یه مقدار یه ذره افق دیدت گسترش بده آقا افق دید چیزه؟ چه داری میگی؟ آقایان شرافتن جملش طعن‌آمیز بود یا نه؟ نه بابا طعن‌آمیز نبود حق با نوردینه مشکل از افق دیده داری داره چه میکنه او ساقلام؟ ساقلام آقا خدا وکیلی نذاره این دست به گچ و سیمان بزنه با اون داره گش میرسه دور چادرها که بد برش نداره همین من یه چیزی کشف کردم اون سه چهار تا خانه‌ای که تو زلزله خراب شد همه‌شون هی اوسا غلام درست کرده هی درود بر شرفت اشتباه نمی‌کنی راست میگه خونه ادریس خونه ابراهیمی خونه پدرمو خلیل ای وای 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 خلیل بدبخت جانش بود اون خانه پدریش ای دستت بره زیر تبر مرد غلام عمو غلام پاشه یه چند لحظه بیا اینجا باور کار دارم امرت امو کاوز یه ذره استراحت کن ببگن استراحت بذار باشه برفت کارم زیاده اوسا غلام میدانی هر خانه که تو درست کردی تو زلزله خراب شد بله و خیلی هم غمگینم از این بابت میدانی که هر خانه که تو نسختی هیچ آسیبی ندید این دیگه شیطنت رسانه هاست شما باور نکنی آقا نوری الان چی داری تو رسنبولی درست میکنی؟ گچه معلوم نیست؟ او زیادی آبکی نیست باورم این گچه ها رو تازه خریدم اندازه آبش نیامده دست منوز یعنی چه؟ مگه کته داری درست میکنی اندازه آبش کم و زیاد باشه؟ هی جوری کار میکنی که با یه لرزه زمین همه خانهات میاد پایین برند من خراب نکن آقا کیوان وقتی اینا نمیتونن تو زلزله خانهاتشان نگهداری بکنن تقصیر منه؟ آبا کلان که این بچه منظور خاصی که نداره مخلص کلام اینه که تو نمیخوای به خودت استراحت بدی؟ آیا هرگز به بازنشستگی فکر کردی؟ آیا هرگز به بازی شطرنج توی پارک فکر کردی؟ آیا هرگز به خانه سالمندان فکر کردی؟ آیا هرگز به 3 میلیون تومن بیمه اون فکر کردی؟ این چیزا باشه برای 80 سالگی به بعد. به این میگن امید به زندگی. هزار ماشاءالله. دایی بده چپ. نه نه دایی بده راست. بده چپ دایی. نمیبینی میده راست تصویر میاد. ساکت. یه نفر حرف بزنه. من که همزمان نمیتونم هم بدم اینور هم بدم اونور. دایی شفی وقتی میدی راست یه چیزایی میاد بده راست همونجا هم نگهش دار دست درد نکنه این راسته به این سن و سال دست راسته چپت بلد نیستی؟ سربازی نرفت نه بلد نیستم چون از بچگی به جای مدرسه رفتم کار کردم برای مادرم خونه خریدم نمیدونستم بعدا دامادمون میاد بالا میکشش بگو بلبل زبانی بکن درست به زودی اینه باید سر بکشی و زبانت بره همیشه خاموش بشه و بره پیکاره خودم رو میندازم پایین دوباره زلزله میاد آخه او که آنتن نمیشه یه آنتن دیگه تو زیر زمین داری میگم سیروز بره بیارش آقا اگه آنتن اگه جاش خوبه بیام زیرش گچ بگیرم دایی تکانش نده بده راز چینین چه قبره؟ بده راز دایی بده راست بده دایی خوبه خوبه دایی دیگه شرم دایی بیا بیا دقیق بیا یا مقلب القلوب این چه داری نگم کنی آقا تکانش بده شبکه های بیگانه معانده گرفتی نگاه نکنی نگاه کن منو نگاه کن فکر این من پلان صورتیم اینجا رو نگاه کنی آقا تکانش بده تکان چپ 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 یکم برو برو آها همینجا نگاه ده تکانش نده تکانش نده سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آخرین آمار قربانیان زلزله غرب کشور را 407 نفر اعلام کرده به گفته آقای سعیدی شمار مصدومان حادثه نیز تا اینجای کار 6650 نفر است عملیات امدادرسانی به هموطنان زلزله زده ادامه دارد اما مردم کماکان با مشکلاتی دست به گریبان است در شهرستان سرپل زهران که بیشترین آسیب را دیده
بدل چادری بکن خادر دهل جانم خادر دهل جانم هی لای 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 دور پشیرینم لای این وقت کوس بینه نجده آتم دینه ای بر خوره شیرینم آواتی هم مجینم شوی تاریک نامهنه تیشکی روشده تساره تیشکی روشده تساره هی لایا 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 کربه شیرینم بنوا سرونا کا دیارا مکروه بنا روژان روشان برمون سلام علیکم سلام علیکم خوبی؟ سلام حالت خوبه؟ خیلی ممنون منم حالت رو بپرسم سلامت باشه همه چی خوبه ردیفه؟ تشکر خب خدا باشه دارم داری میری داخل دقیقه روشان صدا میکنی بیا چشم برمونتش مرسی روشان گیان شکر و دم در کار داری سلام خوبی؟ سلام. میدونم هوا سرده پتو هم کنم بعد پتو آوردم من پتو داشتم رونق نداشت میدمش به رونق خب اینو خودت نگهدار اونو بده به رونق چه فرقی میکنه خب اینو من آوردم دیگه اینجوری هم یه احساس عشقی دارم حالا من اینجوری هم تو نمیدونم میشه لطفا شما یه چند وقت احساس عشق نکنی هنوز شاهکار تا یادم نرفته ها راشا بیا دستتو بیا آدامسه تو سرما هم جواب میده دو تا بده نوکرت هم هسته اصلا بگو 50 تا بده میگم نکنه خبر یا نکنه من دارم بابا میشم چه ربطی داره به این؟ آقا میدید من هی تو میخوای بری داخل بعد منم هی علیکی بحث رو کش میدم که بمونیم با هم حرف بزنیم هوا هم چی؟ نه من نظرم نه حالا شب از این سرترم میشه خوب خودت بپوشان سرما نخوری خب؟ چشم این عاشق من من خیلی دوست دارم نگرم من یک سرما نخورم این به خاطر خودکشی نکرده خیلیه سلام بابا جون خوب شما حالتون خوبه اینجا چه میکنید من اینجا کار خاصی نداشتم اینجا اینجا وایساده بودم ما مامان کار داریم شما باشه برو من هم میگم همینجا باید کار داریم ما این بزن اینجا بده مامان سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم خوشی الحمدلله سلامت بخیر من وقت شما زحمت دین خواهش تکم بود یه دقیقه و فرید خانم صدا بکید بان چاو چاو سلامت سلامت باشی فرید خانم چقدر بدم در کار داری الان میام بله شما منم بدید در من برم بیرون ببینم این چیکار داره سلام فریده جان خواب بودی عشقم با اجازت الو الکی اولش واقعا باورش شد خواب بودن یا فوماد دور دماغت تو جیبم بود به مال دماغت که افت نکنه دست در نکنه حواست بود آره بابا 6 و 200 قرش عمل دماغت کرده میشه یادم بره انقدر پولش رو تکرار نکن یه ذره کلاس داشته باش چش بیا اینم لیزره الان انداختم سقف چادر عکس طاووس دیدم یاد تو افتادم تو هم بنداز سقف چادر هم مشغول میشی هم عکس شیر افتاد یاد من بیافت بیا چه خوبه آره میگم فریده جان جدایی خیلی سخته نه من تا حالا تجربه جدایی نداشتم میگم الان ما 2 متر از هم جدا شدیم حال روزمان چیزه
باید به حال اون بند خداهایی که توی زلزله عزیزشان عطست دادن فرید چه میکشن اونا؟ خدا بهشون صبر بده. حالی والا صدی چیه؟ وحیده آقا وحید جان گوشی چی رنگیان زنگ بودم اینجا چه بکنی این موقع شو؟ سلام و کیوان. سلام. داشتم برای شیلن میخوندم. آخه شیلنگیان صدای منو نشته باشه و خوابش نمیبره. داشتم برایش میخوندم. اما کیوان جسارتم به کسی نگی. نه آقا مگه ما آنتنم؟ نه بیادبی نشو. گفتم نگی دیگه. نه نمیگم خاطر جمع. کاش یکم یاد میگرفتی. بابا فریده من انقدری که برای تو خواندم با خدا هیچ مردی برای زنش نخواندم. اون دسته از آقایانی که بیرون تشید ترن لطفا بیان داخل، من میخوایم استراحت بکنیم. از این ساعت به بعد دیگه عبور و مرور قدغنه، وگرنه قطعی میکنم دو سه نفره بعد کتک میزنه من. چشم آقا نوری چشم. ای آقا وحید داشت برای زنش آواز میخوان، زن ما هم دید توقع کرد. الکی میگی؟ نه بابا نه. بیا بخوان بیا چه میخواندی وحید جان؟ دلم زندانی زندانی درد گل رخساره رخسارم عزیزم آشفته حالم لغمت چبکم اگر ننالم لغمت چبکم اگر ننالم لغمت چبکم اگر ننالم لغمت طاقتم طاق بی لحجان تو سرگیار شیری و قربان تو عزیزم آشفته حالم لغمه چبکم اگر ننالم لغمه باشین دستور اومد آدن چشم جاده رو باز بکنم شما هم برید شما الان بیا یه لحظه نمیشه برادر من بزنیم ماشین ها خانم و آقایان چون زلزله پیش آمده یه سری محدودیت های ترافیکی گذاشتن خیلی خطر داره به هر ماشینی مجوز عبور نمیدن این پایین یه روستایی هست اگه دوست داشته باشین یه دو سه ساعتی میریم استراحت میکنیم اوضاع به حال اول برگشت برمیگردیم موافقاش بشینن مخالفای به خدای منان میسپارن برایم این ساعت هم اینجا میره دوشم ای دسته دردم خلاصش کو کریم الان درستش میکنم بیا درست کردم بیا برای چی گره میکنی؟ گره بسه؟ خلاصش کو تمام بیا فاته کردی او تو
بیا 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 خوبه. چیکار میکنی آقا؟ خیلی دیدی بچه بخوره؟ بچه مه پدرش هم اسمش داخل شناسنامه. اجازه بده شناسنامه بدم خدمتت. شناسنامه تو رو نخواستم. مادرش کجاست؟ پیش خواهرشه. خب خواهرش کجاست؟ هلنده. یه شوهری داره خیلی قد بلنده. زور بزنم برسم به نافش. بیا بابا بیا. بگی من بدم برش تو. دست در نکنه یه موزی اصلی چیزی بریز داخلش یه خوشش بیا همینجوری خالی خالی مزه کامی ده داخل دلش خوش ما نده بچه خوش ما نده املت آقا بفرما قابل دار نیست داشت با قاشق میخوردی زیباتر نبود؟ من وقتی گشنمه زیبایی نمیفهمم آقا آقا شرمندت میشم آقا شوق بردار این چیزه؟ این صدا چیزه؟ قرصه صدا قرصه روش چه نوشته؟ روزی دو عدد حالا ممکنه این سوال برادام پیش بیاد که اینه به کیا میدن؟ برای کیا تجویز میکنن؟ جواب سوال دان پیش منه برای کسایی که اختلال دو قطبی دارن، سه قطبی دارن، بیشتر برای کسایی که اختلال ذهنی دارن، اضطراب دارن، افسردگی دارن یا کسایی مثل من که چون زن و مالشان یک جا از دست دادن همه شبا هم دارن دست درد نکنم، خیلی ممنون یه روزی یکی از بچه هامان قرصاش دو روز نخورده بود، میدانی چه شده بود؟ چه شده بود؟ آفرین، چه سوال به جایی کردی؟ ارو پل آبر پیاده دو نفر را انداخت پایین وقتی بهش گفتن چرا این کار کردی؟ گفت هوا طوفانیه، بالون باید سبک بشه حالا یه چیز جالب برادام بگم من چهار روز قرصام نخوردم ببخشید من میتونم اسم شریفتون بدونم؟ مخلصت کیارش آقا کیارش میخوایی یه پرس املت سفارش بدم مهمون ما باشی امروز؟ مگدام؟ نه انت دور از جونتون گفتم که مهمون ما باشین مهمونم حبیب خداست من پسر خاله بهم که منو مهمان میکنی؟ تو کی هستی؟ منو کی فرستاده دنبال من؟ مزدور کی هستی؟ چقدر پول میگیری تا آدم بکشی کجا؟ زان عزیز دید من دو تا بچه دانشگاه آزاد دارم خیلی سخته دانشگاه آزاد خیلی سخته من نوکر دم تو برو من با تو کاری دارم فقط اجازه دارم یه ماچی ازت بکنم هر جو سلام میدانی چیکار داری میکنی؟ چه خبرته؟ کمک! بچه ها تکان بخوری خلاص بشم کنم کمک! من یه هلیکوپتر میخوام اگر هلیکوپتر همین الان آمد بدون خلابان که خلاص وگر نه دو تا جوون دانشگاه آزادی بی پدر میکنم خلاص بای سلام میگم یه هلیکوپتر بیاد تو که هنو نشستی روبروم خوردم قرص دیگه بلند شو برو دنبال زندگی نخوردی آقا تو مشتته به خدا نخوری رضایت نمیدم باید بریم کلانتری بخور دیگه برادر من گفتم بیاین اینجا که با هم صلح کنید وگرنه دعوای شما ربطی به پلیس راه نداره جناب سروان خودش بهم گفته چهار روز این آدم قرصاشو نخورده الان منو شما اینو ول کنیم تو خیابون با این وضعیتش واسه امنیت جامعه خطرناک نیست شما منو نمیشناسی من چه قرصم بخورم چه نخورم بسیار برای امنیت جامعه خطرناکه خب پس میفرستمت کلانتری کسی از بچه ده بسپاری بهش؟ نه بابا چرا عصبانی میشی جناب سرم مخورم فقط باید یه قدری تمرکز بکنم رد شمال باشه خلاص خوردم خوردی؟ برن شو برو رد کارت بی خودی هم وقت جناب سروان زایه نکو
اینا هاش بابا زیر لبش قایم کرده جناب سلام دروغ میگه بابا گذاشتم خیس بخوره خب همینجور خوش خوش بخورم جر میده میره قورچه من در میاره خوردم خلاص خلاص باز کن چیه باز کنم دهنتو میخوام مطمئن شم باشه من دهنمو باز میکنم ولی بهترین داخل زندگیت همیشه اول بنای بر اعتماد بذاری باشه باش باز کن بیا آقا حله مشکل نره خورد با اجازتون خدا نگهدار خدا نگهدار آدم مشکوک اول از همه به خودش آسیب میزنه من نگران زن و بچه‌شم ببخشید از شما وقتی مخوره من رد شمال پایین نمیره خود با اجازتون من مرخص میشم الان واقعا خوبی؟ میخوای زنگ بزنی یکی بیاد دنبالت؟ برسه جرد کنی برسه ای جانم تاره آره بابا آره ساقه جکم برم که احوانده نترسه فقط یه کمی استرس داره هر کسیش سمت راستش میپره توی زلزله نصف سقف طویله آمده بود پایین ولی این یه گوشه ای کس کرده بود وایساده بود خیلی حیوان باهوشیه گاو منو دیگه نگاه کن ای جانتان جانتان یعنی چه؟ خودش میدونه باش کار کردم یعنی از وانت بیا پایین ولش کن سلمان حیوان بیچاره دو سه روزه هیچی نخورده چند نفر قول شما پیدا بکنیم بیاریمش پایین دو سه نفری از پسش بر نمیاد صدا میزنه ما الان خودمون 7-8 نفریم خودمون میاریمش پایین گل چماق تر از خودمون پیدا نمیشه شما بریم بالا هولش بدیم ما پایین میگیریم ای جانتا جانتا یکی یعنی چه؟ یعنی شیر تولید کن دو ساعت دیگه بیا ببین چقدر شیر تولید کرده جانتان ای جانتان یه چیزه یعنی جانتا پا رو قلب من نظر بس کن بیا همه یک زده بس کن فقط مواظب بچه ها باشی آره خیلی آرام بایسن بایسن دو نفر سیدن افشین سیوان بیاید کمک آقا بیاید کمک اینجا و بیاید وایسا بیان کنم وایسا بیان کنم خانم اجازه بدیم خانم سلام بخ بخ خسته نباشید میبینم سخت مشغول کردی جانتان دیدی؟ بله دیدم دلم روشن بود که هیچ چیش نمیشه دوباره ببخشت اتان قربان سلامت باشی مادرم همیشه میگه خوش به حال اونی که زن سلمان بشه شیر تازه کره اعلی مگه یک زن از زندگی چی میخواد مادرتان البته یکم شوخن نه نه مادرم شوخ نیست چرا با اون میشودی؟ اجازه بده آب آورده میتازه بده نمیخوام آقا سلمان نمیخوام یاب خوبه نمیخوام این گلمه بابا نمیخوام اونه بذار بری خوردن احسنت آفرین از اولم داغون این حجب و حیات بودم میگم آب آشامیدنی حرام نشه ای دختر بسرز و صرف جو احسن آفرین از اونه هستی که هزار تومن مردتو میکنی 10 میلیون تومن از اونه هستی که تمام این آبادی و حیات حسرت زندگی خودمونو بخوره از اونه هستی که سر سال هم خونه داریم هم ماشین از اونه هستی که سلمان جون از نوک زبونه نمیفته از اونه هستی که حتی به جانتان حسودی میشه از اونه هستی که همیشه میگی خدا یکی سلمان جون من یکی شما هم اونه هستی که همین الان باید گورتو گم بکنی چشم 100% سلمان تک چرخ زن تو میشناسی ببین با موتورش چه رقص برد میکنه شیر خانم فقط داشته باش ببین چی کار میکنه فقط داشته باشم اجازه بده Bye-bye. Bye.
یه تفس که باید بیده کاری پیشم بده. باشه آمدم. نهار منه چرا خوردی؟ داخل یخچال بود. میدانم خو نهار من بود. نخورده بودید خو. نه نیم صبح کسی نهار میخوره؟ تو وقتی جنم سوال نتونستم به نفسم غلبه بخورم. من مادر ندارم برام کتله درست بکنم بخورم. بعد اینه دیدم یه حوش کنم. باشه بغض نکن. آمدن دنبالت. وسایلت جمع کن و برو. اجازه میدید آخرش بخورم؟ نه وردار ببر. دست در رفتم. تو وقتی جناب سوان زحمت آقا کریم رو میکشی؟ پس در رفت بفرمون بشنگ ها؟ ای ماشالله ماشالله دست در نکنه چه میخواستنی؟ آدم دیدش دو سه تا از اینا مخواست جناب معیار نمیگه بچه دوست داری؟ لباش هی میمانه لبای مامانه همه همینه میگن اسمش چه گذاشته نامو خلیل مامانیش داخل شناسنامه گذاشته کارن ولی من کریم صداش میکنم کارن هرچی باشه یا باید دکتر بشه یا گشنه میمانه ولی کریم حتی اگه بی سواد هم باشه بالاخره یه جای آبدارچی استخدامش میکنه سنتوم اصلا شاید شد کریم بقری گل زد خدا برات نگرش داره خب خلیل جان چه خبر احوال این پلیس هم میگم گویا یه ذره حالت خوب نبوده احوال پرسی شما صدقه سری شما سه ماه داخل بیمارستان روانی بستری بودم یک وکفا نیومدی یک سری بشم بزنید والله پیگیر احوالت بودم منتها گفتم اگر بیام دیدنت ممکنه من ببین یه هون ناراحت بشی بخاطر این نیومدم شنیدم که زنیدم گذشته از ایران رفته آری مریش کامل گرفت 400 میلیون هم که سر هواپیما پوچ شد یه من مانده ما این شروار و همین کتله ایتا که مال پلیس با این بچه و خانه پدری خانه پدری؟ ها اون چه نکنه برای اونم نقشه کشیدی نه نه منظورم اینه که بعضم خدا رو ست زر مرتبه شد که اون خانه پدری هست اما خلیل اصلا قصه نخوری ها ماشالله هزار ماشالله میمانی جوان 30 ساله ماشالله افرین یعنی شوهر نکرده؟ شیرین بابا یه ذره مشکل پسنده غلط کرده ای دیگه وقت نداره او دور که دیدمش میمانش ملقا خدا بیامرز اما خلیل دستتان در نکنه من همه ازتان تعریف کردم شوخی میکنه بابا چلو سیدی یه اینه بگیر بابا یواش یواش بس امو خلیل شک نکنید مادرش او ور دوام نمیاره به خاطر این بچه‌م که شده برمیگرده yes that's right نه دیگه هرگز بر نمیگرده شوهر خواهرش هلندیه 2 متر قد داره چه ربطی داره تو کجا داری میری؟ ازم به حضور انوارت که ما پایین کنار رودخانه چادر زدیم چون پس لرز از زیاده خانه نه امنه نمیشه رفت نجا نگه دارم من پیاده میشم دست در نخون اینجا چکر داری میکنی بابا بابا چرا دیوانه بازی در میایی میخوام پیاده بشم از ماشین در حال حرکت این دیوانه بازی چه داری میاری دیوانه شدی واقعا یا نه داری آدم در داری میاری بره من اگر بخوام بمیرم دوست دارم داخل خانه خودم بمیرم بابا خلیل جان عزیزم اگر ما اون پایین چادر زدیم همه دوره همه میریم یه جیداری تازه میکنی یه استراحتی میکنی بعد هر جا که دلت خواست برو اگه این خروجی رد بکنی من اسلحه در میارم میذارم داخل دهنم وایسا تو اسلحه داری؟ مثل ای که ندارم اجازه بده خلیل گرم ما نمیبینی اونجا را اجازه عبور نمیدن الان شرایط بحرانی از صدی به نواد ورود به داخل روستا قدقنه رفت ای ردش کرده اون حتما هم مقامات بوده وگرنه به معمولی ها اجازه نمیدن ای بریکالله راست میگه من معمولیم سر ساعت 2 دقیقه به من وقت بدی ببین همه دانه رد میکنم یا نه جزه بده خیلی خوب خیلی خوب بگم خیلی خوب بزن من برم حرف بزنم چون قلق داره بین حرف زنه الان برمی کنم پسرمو گرم سرم
چی شد؟ برو من نمیتونم چه جایش گیره ببینم.